الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. خدمت خواهران و برادران گرامی مواصلین عزیز، رسیدیم خود شما به هفته سوم از مضمون نظام ملی اسلام یا نظام اقتصادی اسلام. در هفته گذشته ما شما مطالب مربوط به مقدمه تشریح کردیم و اونا انشاءالله که حل شده باشه، و حال انشاءالله شروع میکنین خود شما به مباحث اصلی کتاب که بحث شروع میشه تحت عنوان مطلب اول، اساس فکری نظام اقتصادی اسلامی. این درس ما برای شما در سلایدم نوین درشت نوشته شده، مطالب عمده عنوان ساخته شده و یادداشت شده. من اون رو اول برای شما تشریح میکنم و باز بعد از اون متن درسی هم و برای شما ترجمه میکنم که متنم در سلاید بعدی آمده و میتونید شما ببینید. اولا عنوان است که اساس فکری نظام اقتصادی اسلامی، یعنی که چنان که در هفته گذشته هم گفتین، هر نظام اقتصادی از یک تهداب فکری سرچشمه میگیره، از روی یک مفکوره ساخته میشه. حال نظام اقتصادی اسلامی از روی کدام مفکوره ساخته شده؟ مثل که دیگر نظام های اقتصادی هم هر کدام از روی یک مفکوره و از یک فلسفه گرفته شده. فرض کنین نظام اقتصادی سرمایه داری که گفتین شما در مضمون مبادی اقتصاد خود به سمستر قبلیت من با او آشنا شدین، او از مفکوره لیبرالیزم گرفته شده، مفکوره که قائل به آزادی های مطلق برای انسانه و انسان را از هر قید و بند آزاد میدانه. در روشنی امو آزادی فردی، انسان در روابط اقتصادی خود هم آزاده و از هر طریقی که کسب مال میکنه میتونه این کار بکنه و به هر طریقی که میخواه میتونه مصرف کنه و از هر طریقی هم که میخواه رشد میده و هیچ قواعد و مقررات دینی و اخلاقی و اینا را محدود نمیکنه. به این شکل نظام اقتصادی سوسیالیستی از فکر و اندیشه کمونیستی گرفته شده. اندیشه کمونیستی که میخواه و قول خود از اونا آزادی یعنی مساواتر برای همگی افراد به شکل مساویانه و مطلق و ایجاد کنه، بر مبنای او مفکوره باز اونا فکر کردن که خب چکار کنین که انسان ها در منابع اقتصادی و استفاده از ابزار اقتصادی هم مساوی و برابر باشن. باز از رو از ایتر به نتیجه رسیدن که پس ما تمام ابزار و وسایل اقتصادی باید به اختیار حکومت و دولت بگذارین و افراد هیچ مالک نباشن و مالکیت فردی لغو کردن و بعد از او دولت بیای برای افراد در حد ضرورت اینا چیزایی بده و افراد همگی مکلف باشن که کار و فعالیت اقتصادی داشته باشن و نتیجه کار و فعالیت های اینا و محصولات که تولید نشه از کار اینا همگی به اختیار دولت باشه. به این ترتیب اون نظام ها از روی همچون مفکوره ها ساخته شده. اما میرسین سر نظام اقتصادی اسلامی که ای از روچ کدام مفکوره ساخته شده، در چپتر ما شما هم آمده به تفصیل، سلاید بعدی که شما بخوانین بر شما موضوع روشن میشه. جواب این سوال اینه که اساس فکری نظام اقتصادی اسلامی عقیده اسلامی تشکیل میده، یعنی که نظام اقتصادی اسلامی از رو عقیده اسلامی سرچشمه گرفته و به دست آمده، بنابراین تهداب فکری او عقیده اسلامی تشکیل میده. خب اما در اینجا شاید یک سوال پیدا بشه به ذهن هر کس که گفر میشنوه که چی ارتباطیه در بین عقیده و اقتصاد؟ عقیده خو باورهای ذهنیه و اقتصاد خو کاروبار و تجارت و معامله و بالاخره کسب عواید و توزیع اموال و ذخایر و مصرف کردن اونا. ولی چی ارتباط بین عقیده و اقتصاده؟ این ارتباط در امی درس ما و شما انشاءالله رو تشریح میکنین و در متن کتاب شما محمده مش که بخونین. به دو شکل به کتاب ما و شما حل کرده این سوال، یکی به شکل اجمالی که یعنی اجمالا ارتباطی در بین عقیده و اقتصاد، و یکی هم باز به شکل تفصیلی که جلسه بعدی ما و شما هست و هم انشاءالله باز میخونین که نکات معینی از عقیده اسلامی است که ربط به مسائل اقتصادی داره و بلکه تهداب نظام اقتصادی اسلامی میساز. اما اول به شکل اجمالی، به شکل اجمالی رابطه به این شکل برقرار میشه که ما نگاه کنیم که وظایف عقیده چیه. عقیده اسلامی یک مجموعه وظایف داره، یک مجموعه کارهای رو میکنه که از خلال انجام همه کارها باز میبینین که ارتباط بین عقیده و اقتصاد ایجاد میشه. چند چیز وظیفه عمده عقیده، یکی از اونا اول بیان رابطه انسان با کائنات.
یعنی عقیده اسلامی یکی از کارهایی که میکنن امینه که رابطه انسان را با کائنات، با می اشیایی که در حول و حوش اونه و در چهار اطراف اونه برای بیان میکنه که توی انسان خودی اشیایی که در اطراف تو هستن چه ارتباطی داری و اونا با تو کدام ارتباط دارن. و طبعا یک مجموعه از اشیایی که در حول و حوش ما و شما انسان های ابزار و وسایلی که ما در رفع نیازمندی های اقتصادی خواهد اونها استفاده میکنیم، یا منابع اقتصادی به تعبیر دیگه، فرض کنین موادی که ما در تغذیه خود از اونها استفاده میکنیم و همچنین اشیاء و موادی که ما برای ساختن مسکن و تهیه سرپناه و اینا از او برای خود استفاده میکنیم، حیواناتی که ما از گوشت و از شیر و از دیگه محصولات اینا استفاده میکنیم، و همینطور دیگه کمی وسیع‌تر اگر نگاه کنین مثلا منابع طبیعی، منابع نفت، منابع آهن، منابع طلا و نقره و فلزات و دیگه. خب حال رابطه انسان با اینا چیه؟ این عقیده اسلامی برای انسان بیان میکنه که یعنی توی انسان از کدام های از اینا میتونی استفاده کرده، خالق و آفریدگار بر تو اجازه داده که از اینا استفاده کنی و از کدام های اینا نمیتونی استفاده کرده، یا به تعبیر دیگه کدام ها بر تو حلاله و کدام ها بر تو حرامه و امی مسائل رو بیان میکنه که به این ترتیب عقیده اسلامی با انجام این وظیفه خود که بیان رابطه انسان با کائنات بود در واقع رابطه میگیره با اقتصاد و با فعالیت های اقتصادی و اینا ارتباط مستحکم پیدا میکنه. این اولین وظیفه. وظیفه دومی که عقیده اسلامی داره بیان رابطه انسان با خالق کائنات. بله عقیده اسلامی ای گپرم برای انسان میفهمونه که تو انسان خود خالق کائنات، خود آفریدگار همه موجودات و آفریدگار خود کدام رابطه داری. و طبعا باز به این مسئله هم ارتباط با مسائل اقتصادی پیدا میشه، به این شکل که برای انسان میفهمونه که تو مثلا یک موجود هستی و یک بنده هستی از بندگان خداوند و تو یک خالق و آفریدگاری داری و او طور آفریده و برای اهداف آفریده و تو باید چه کار بکنی که به او اهداف برسی، چه کار نکنی که از او اهداف باز بمانی، چه وظایف باید در قبال خالق و آفریدگار خود انجام بدی، چه کارهای باید در قبال آفریدگار خود ترک بکنی. همین چیزا عقیده اسلامی بیان میکنه که باز بخشی از این امور را هم که شما نگاه کنین به مسائل اقتصادی تعلق میگیره، به این معنا که بخشی از کارهایی که باید انسان انجام بده فعالیت ها و رفتارهای اقتصادی اونه، فعالیت ها و رفتارهایی که پیشترم تشریح کردین برای به دست آوردن نیازمندی ها خود و از منابع خاصی و برای کار و فعالیت کردن برای صرف امو منابع برای رفع نیازمندی ها خود و همینطور چی مکلفیت های اقتصادی در قبال جامعه داره، در قبال دیگران داره که اینا خداوند به دوش او گذاشته که انسانم باید از خالق خود منعیس صاحب اختیار خود باید تابع باشه و پیروی کنه، از کدام راه ها کسب ثروت کرده نمیتونه و خداوند اون من کرده و برای او حرام قرار داده که باید انسانم منعیس بنده خداوند باید باز تابع باشه و مکلفیت داره که از او اطاعت کنه. خب بالاخره رابطه انسان با خالق کائنات هم در روشنی عقیده اسلامی بیان میشه و در این نکته هم باز ارتباط عمیق و تنگاتنگی در بین عقیده اسلامی و در بین مسائل اقتصادی و فعالیت های اقتصادی و اینها. ای دوم بود. سوم وظیفه ای که عقیده اسلامی رو انجام میده عبارت از بیان هدف آفرینش انسان، به این معنا که برای انسان میفهمونه که تو که انسان که ساخته شدی برای کدام هدف و مقصد ساخته شدی، باید چکار کنی. که طبعا عقیده اسلامی برای ما شما میگه که انسان برای عبادت آفریده شده، آیه شریف که آمده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما نیافریدیم جن و انس را وگر برای از اینکه عبد ما باشن، بنده ما باشن. البته عبادت معنای وسیع داره، ولی تشریح کنین باز پس سر اصل موضوع میرین. عبادت به معنای وسیع یعنی عبد و بنده خداوند بودن، یعنی تابع و فرمان بردار او بودن،
ای گپ به ای خاطر لازمه که فهمیده بشه که امروز وقتی نام عبادت هر می برین، ذهن مردم معمولا میره طرف روزه و نماز و زکات و حج و مثلا نامی تسبیح گشتاندن و اینا، در حالی که اینا خواه عبادت است درسته، ولی تنها هم اینا عبادت نیه. اصل عبادت به معنای تابع داری، فرمان برداری، مطیع و فرمان بردار بودن، برده کسی بودن و برده خداوند بودن در اینجا طبعا. و حال ای اطاعت و فرمان برداری، اگر فرمان خداوند آمد که نماز بخون با نماز خواندن انجام میشه، و اگر گفت که مثلا رشوت نخور با رشوت نخوردن انجام میشه، اگر گفت کار کن و نفقه به دست بیار، نفقه فامیل بر تو فرض با زور انجام دادن عبادت میشه، اگر گفت که سود نخور با سود در ترک کردن عبادت میشه، اگر گفت که مثلا قمار نزن باز قمار را ترک کردن عبادت میشه، و اگر دیگه همینطور بالاخره تمام راه های حلال و حرام فعالیت های اقتصادی که شریعت خداوند بیان کرده از اونا پیروی کردن، این میشه عبادت. بنابراین وقتی میگن هدف از آفرینش انسان عبادت خداونده، به این معنی که انسان باید تابع و فرمانبردار خداوند باشه در تمام کارها خود، از جمله در فعالیت های اقتصادی خود، که بازم این نکته هم که گفتن جزء وظایف عقیده اسلامی ربط میگیره به مسائل اقتصادی، به این شکل که انسان همینطور که باید همه جانبه تابع و فرمانبردار خالق خود باشه، در رفتارهای اقتصادی خود هم در کسب مال و در مصرف کردن مال و در رشد دادن مال و ثروت و در ادا کردن مکلفیت های اقتصادی شخصی و خانوادگی و اجتماعی و در ترک آن شریعت اسلامی در این عرصه ها حرام و ممنوع قرار داده، تمام اینها میشه عبادت. و این هدف از آفرینش انسان، انسان اصلا آفریده شده برای از این کمی دستورات، در کنار تمام دیگه دستوراتی که خداوند برای داده اونا رو انجام بده. این شد هدف آفرینش انسان. و باز طبعا دیدیم که این هم ربط میگیره به مسائل اقتصادی که بخشی از دستورات خداوند در ارتباط به این مسائل برای انسان و انسان ها. چهارمی وظیفه ای که عقیده اسلامی انجام میده عبارت است از وسایل رسیدن به هدف. یعنی وقتی انسان هدف از آفرینش خود را فهمید، بعدا کدام وسایل انسان را به امو هدف میرسانه و نزدیک میکنه، او وسایل را باز عقیده اسلامی تشکیل میده. و طبعا امی که پیشترم به او اشاره شد، انجام اوامر خداوند و ترک نواهی و ممنوعات خداوندی، اینا به شکل عمده، به شکل اجمالی همو وسائلی که انسان به عبادت پروردگار میرسانه و از انسان عبد و فرمانبردار خداوند میسازه. و حال بخشی از این وسائل باز میبینیم که در مسائل اقتصادیه، یعنی بخشی از این امر و نهی ها در مسائل اقتصادی همی که پیشتر هم اشاره شد به او، یعنی خداوند دستور داده که تو باید کار کنی و فعالیت کنی و از راه حلال باید مثلا روزی خود و فامیل خود در به دست بیاری و نباید از راه های حرام تغذیه کنی و یا کسب و کار و فعالیت اقتصادی کنی، و تو باید مثلا زکات بدی من حیث یک فریضه مالی بر دوش انسان گذاشته شده، و باید صدقات واجبه را ادا کنی و تشویق به صدقات نافله کرده و امثال اینها، و تا و دستور داده که باید از نواهی یا از کارهای که شریعت ممنوع کرده از اونا باید خودداری کنی، مثل ترک قمار و سودخوری و احتکار و رشوت و اختطاف و دزدی و غصب و اینها، که اینها همه که میبینین برمیگرده به مسائل اقتصادی. این وظیفه چهارمی بود که دین مقدس اسلام بر دوش انسان گذاشته، و همه اینها عقیده اسلامیه که برای انسان تشریح میکنه. خب این چهار وظیفه که گفتین اینا وظایف عقیده اسلامی بود. من یک دفعه دیگه اینا رو تکرار میکنم تا اینجی، و باز بعدا میرین خود شما سر تشریح متن. یعنی ما گفتیم که اساس فکری نظام اقتصادی اسلامی عقیده اسلامی تشکیل میده، و باز گفتین در اینجا یک سوال پیدا میشه که چی ارتباطی بین عقیده و اقتصاد. گفتین این سوال رو به شکل اجمالی به این شکل میتونین حل کنین که ببینین وظایف عقیده چیه. چهار گپ اوندر عقیده اسلامی رو انجام میده که اینا این چهار کار ربط میده نظام اقتصادی اسلام با عقیده اسلامی. یکی از اونها است بیان رابطه انسان با کائنات، دومی است بیان رابطه انسان با خالق کائنات، سومی است بیان هدف از آفرینش انسان، و چهارمی هم وسایل
رسیدن به هدف، که هر کدام از اینا عقیده اسلامی تشریح کرده و ما بیشتر برای شما گفتم نمونه های او رو. وقتی شما او تشریحات رو نگاه کنین میبینین که خود به خود ارتباط پیدا میشه در بین عقیده اسلامی و بین اقتصاد، و به این ترتیب عقیده اسلامی تهداب و زیربنای نظام اقتصادی اسلام رو تشکیل میده. البته تا اینجا به شکل اجمالی بود، باز تفصیلات دیگه هم هست که به شکل تفصیلی هم نمونه های از اعتقادات اسلامی است که کاملا ربط داره با مسائل اقتصادی، که اونا رو انشالله به جلسه بعدی خود شما میخوانیم. حال بیاین سر متن، من متن کتاب رو برای شما تشریح کنم، از درس امروز خلاص میشیم. در کتاب ما شما گفته المطلب الاول الفرع الاول الاساس الفکری للنظام الاقتصادی الاسلامی، و بعد از شروع کرده که العقیده الاسلامیه هی الاساس الفکری للنظام الاقتصادی الاسلامی، عقیده اسلامی همان اساس فکری نظام اقتصاد اسلامی است. و هذه العقیده کما اشرنا من قبل، و این عقیده چنان که قبلا هم مگه اشاره کردیم، تبین علاقه الانسان بالکون، بیان می کند رابطه انسان را با کائنات، همون چهار وظیفه ای که ما و شما پیشتر خواندیم و در سلاید قبلی بود، چهار کار را می کند. یکی بیان رابطه انسان با کائنات را می کند، و به خالق الکون، دیگه با خالق کائنات بیان می کند رابطه انسان را، و بالغایت التي من اجلها خلق الانسان، و با آن هدفی که از خاطر آن انسان آفریده شده است ایر بیان می کند، و تفصیل و وسائل تحقیق هذه الغایه، و کار دیگه ای که میکنه تفصیل دادن وسایل متحقق شدن همو هدف را. این چهار کار را میکنه. خب حال چه رقم اینا بیان شده در عقیده اسلامی؟ ادامه متن کتاب ما شما میگه پار میگه فالانسان فی ضوء هذه العقیده الحقه من مخلوقات الله، پس انسان در روشنی این عقیده حقیقی از مخلوقات خداوند است. انسان یک مخلوق از مخلوقات خداوند در روشنی عقیده اسلامی. بل و من افضل هذه المخلوقات، بلکه از جمله افضل این مخلوقات است. و ان الله سبحانه و تعالی خلقه لعبادته بمعناها الواسع، و این که خداوند متعال انسان را آفریده است برای عبادت خود به معنای وسیع آن. این هدف از آفرینش انسان، خداوند انسان را برای عبادت خود آفریده، و عبادت هم به معنای وسیع، یعنی همونطور که گفته نه تنها نماز و روزه و ذکر و اوراد اینا، بلکه انجام دادن تمام اوامر و نواهی، چه در مسائل نماز و روزه باشه، چه در حج باشه، چه در مسائل اقتصادی باشه، در کسب مال باشه، در مصرف کردن مال باشه، در رشد دادن مال باشه، در تمام اینها اوامر و نواهی خداوند در بجای آوردن میشه عبادت. و انه لا يبلغ هذه الغايه الا بالخضوع الاختياري المطلق لله رب العالمين، و این که انسان نمیرسد به این هدف مگر با فرمانبرداری اختیاری و مطلق برای پروردگار عالمین. یعنی انسان وقتی به هدف میرسه که به شکل اختیاری بیای فرمانبرداری از خداوند بکنه، یعنی با اختیار خود فرمانبردار خدا باشه. به شکل مطلق که گفتم، مطلق به این معنا که یعنی بدون قید و شرط، اینطور نگه که ما در فلان امور امو امر خداوند در میپذیرم ولی در فلان امور دیگه نمیپذیرم. مثلا نماز رو میخونم ولی سوی در ترک نمیکنم، مثلا یا روزه رو میگیرم ولی خب باز قمارم نزنم. اینطور نمیشه دیگه، باید که به شکل بدون قید و شرط همه جانبه فرمانبرداری از خداوند انسان بکنه، او وقت میشه عبد خداوند و عبادت را انجام داد. ادامه متن و مظهر هذا الخضوع صياغه نفسه وسلوكه ونشاطه، مظهر این فرمانبرداری ساختن نفس خود و رفتار خود و فعالیت خود، و منه النشاط الاقتصادی که از آن جمله فعالیت اقتصادی هم هست، على النحو الذي فصله و شرعه الله تعالی، بر آن شکل که تفصیل داده است آن را و مشروع گردانیده است آن را خداوند تعالی. گفت که مظهر این فرمانبرداری، یعنی از کجا معلوم میشه که یک نفر فرمانبردار خدا هست، یعنی مظهر او، محل ظهور او، یعنی اینه که نفس خود در بسازه، رفتار خود در بسازه، فعالیت ها خود در بسازه، که از او جمله فعالیت های اقتصادی هم بخشی از اونه. اینا رو به چه شکل بسازه؟ به همون شکل که خداوند دور تفصیل داده و تشریع کرده، شریعت در شریعت خود بیان کرده. و علی هذا فان النظام الاقتصادی فی الاسلام یعمل ما غیره من انظمه الاسلام، بنابر این پس نظام اقتصادی هم در اسلام کار میکند به همراه غیر خود از دیگر نظام های اقتصادی، از دیگر نظام های اسلامی، یعنی نظام اقتصادی هم جدا و بریده از دیگر نظام ها نیه. مثل که
یک مجموعه از اعتقادات اسلام داره که میتونین اونو بگین نظام عقیدتی اسلام، و یک مجموعه از عبادات داره که میتونین اونا رو بگین نظام عبادی اسلام، یک مجموعه از اخلاقیات داره اسلام که اونا رو میتونین بگین نظام اخلاقی اسلام، یک مجموعه دستورات اقتصادی هم داره که اونا رو میتونین بگین نظام اقتصادی اسلام. حال مؤلف کتاب ما شما میخواد بگه پس نظام اقتصادی اسلامی در کنار دیگه نظام‌های اسلامی خود همدیگر اینا کار میکنه که چه کار بشه؟ لتسهیل و تیسیر سبل للانسان، برای آسان کردن و سهل کردن راه ها برای انسان، لبلوغ الغایت التي خلق من اجلها، برای رسیدن به آن هدفی که انسان از خاطر آن آفریده شده است. و هی عبادت الله وحده، که او هدف عبارت است از عبادت خداوند واحد. یعنی انسان وقت تمام ای دستورات، چه در مسائل عبادی، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل خانوادگی، اینا همه گیر که پذیرفت، باز وقت میرسه به او هدفی که به خاطر او آفریده شده که عبادت خداوند واحد باشه. فاذا تیسرت هاته العبادت للانسان، وقتی که میسر شد این عبادت برای انسان، زکت نفسه بالقدر المطلوب، تزکیه می شود نفس انسان به اندازه مطلوب، و صار اهلا للظفر بالحیات الطیبه، و اهل می گرده، شایسته می گرده برای کامیاب شدن به زندگی گوارا فی الاخره، در آخرت، فضلا عن ظفره بالسعادت فی الدنیا، اضافه از این که سعادت یافته به کامیاب شده به سعادت دنیا هم. این شد به شکل اجمالی بیان تهداب و اساس فکری نظام اقتصادی اسلام که عقیده اسلامی است. خب حال ضرورت به فهمیدن این مطالب رو برای شما تشریح کرده، میگه ان فقه هذا الاساس الفکری، برستی که درک انمی اساس فکری لنظام الاقتصادی فی الاسلام، برای نظام اقتصادی در اسلام، من قبل المسلم ضروری جدا له، از طرف مسلمان جدا برای او ضروری است. یعنی درک انمی مطلب که عقیده اسلامی چه رقم تهداب نظام اقتصادی اسلامی رو میسازه برای مسلمان خیلی ضروریه. لانه به هاز الفقه و استهزاره فی ذهنه، زیرا که انسان با همین درک و حاضر کردن این درک را در ذهن خود، سیعرف مرکزه الحقیقی فی الدنیا، به زودی میداند جایگاه حقیقی خود را در دنیا. انسان وقتی این درک رو پیدا کرد، جایگاه خود خورمه فهمه که من در کجای دنیا هستم، رابطه ما با دیگه دنیا چیه، با دیگه کائنات چیه، با خالق کائنات چیه، اینا رو میفهمه، و علاقته به رابطه خود در با دنیا میفهمه، و غایته فی الحیات، هدف خود در زندگی میفهمه که من برای چی ساخته شدم، برای چی آفریده شدم، خداوند من برای چی خاطر خلق کرده. و بالتالی یتقبل بنفس رضیه جميع الضوابط والتنظیمات التي جاء بها الشرع الاسلامی، میگه در نتیجه قبول میکند با نفس رضایتمند تمام ضابطه ها و تنظیمات را که شریعت اسلامی آن را آورده است، فی مجال نشاط الاقتصادی، در میدان فعالیت اقتصادی، و سیندفع لتنفیذ هذه القواعد، و به زودی دفع خواهد شد یا انگیزه خواهد یافت برای جاری کردن امان ضوابط و تقید بها و مقید شدن با آن. یعنی انسان وقتی درک کردشته باشه که من کینم، در کجای کائنات قرار دارم، رابطه من با دیگه دنیا چیه، برای چی آفریده شدم، رابطه من با خالق من چیه، اینا رو که فهمید، باز خب به سادگی انگیزه پیدا میکنه که تمام همو ضابطه ها و تنظیمات که خداوند برای انسان آورده، از جمله در رفتارهای اقتصادی، و اونا خیلی به زودی اجرا کنه و خود رو به اونا مقید کنه. و به هذا تظهر ثمار النظام الاقتصادی فی واقع الحیات، به این ترتیب ظاهر می شود نتایج یا میوه های نظام اقتصادی در واقعیت زندگی، و یسهم هذا النظام فی تحقیق ما خلق الانسان من اجله، و سهم می گیرد این نظام هم، نظام اقتصادی هم، در تحقیق آنچه که انسان به خاطر آن آفریده شده است. اقتصاد، نظام اقتصادی اسلامی هم سهم خود در میگیره در اینکه انسان به او اهدافی که به خاطر او آفریده شده به او اهداف برسانه. تا اینجا رابطه عقیده با اقتصاد معلوم شد و این گپ معلوم شد به شکل اجمالی و حداقل که اساس فکری نظام اقتصادی اسلامی عقیده اسلامی تشکیل میده. برای این جلسه در همینجا خود شما اکتفا میکنین، باز انشالله از در جلسه بعدی باز تفصیلات بیشتر میخونین که چه ارتباطی در بین عقیده اسلامی و بین نظام اقتصادی اسلام به شکل تفصیلی